اسماعیل وفا یغمایی سخنران امروز ما در شکرریز گرمه به دنیا آمدن، ولی خب شناسنامه‌شون رو پدر ایشون در یزد گرفتن. ایشون در خانواده‌ای بسیار پر جمعیت به دنیا آمدن. 7 خواهر و 5 برادر داشتن که 1 خواهر و 1 برادر رو در کودکیشون از دست دادن. ریشه خانواده یغمایی در دشت کویر و در ناحیه جندق و بیابانک. نسب تمام یغمایی ها در نهایت به ابوالحسن یغما جندقی و همسرش سرو جهان خاتون، شاعر منتقد و شیخ ستیز دوران قاجار میرسه. اسماعیل وفا یغمایی هم از سوی پدر هم از سوی مادر همایون و طلعت که عموزادگان هم بودن، یکی از مجموعه نوادگان یغماست. وجود یغما و بزرگانی چون حبیب یغمایی مدیر مجله یغما، اقبال یغمایی مدیر مجله دانش آموز و ساغر یغمایی مدیر مجله مسلک و بسیار دیگر، شعر و ادب را در خانواده ارجی والا بخشیده بود. و منطقه خور و بیابانک علارغم فقر از زاویه طبیعت دارای سنت‌های فرهنگی ادبی نیرومندی بود. او در چنین فضایی پرورده شد. تحصیلات دبستانی و بعد متوسطه را در بلوچستان، سیستان، مدرسه زردشتیان یزد سپری کرد و از آنجا که یزد یکی از 3-4 شهر مذهبی ایران و در این حال مرکز بهائیان، یهودیان و زردشتیان بود، این مسئله برای او شانس بزرگی بود که در میان همسایگانش با بچه ها و همسالان در مدرسه دمساز باشه و نوعی تعادل مذهبی به وجود بیاد در ایشون و اون رو تجربه بکنه. 2 سال آخر دبیرستان رو در خور مرکز دشت کویر گذران و در این سال که زندگی برای او اهمیت ویژه‌ای رو رقم می‌زنه. از یک سو در سنین پایین جوانی نخستین عشق زندگی خود رو پیدا می‌کنه و از سوی دیگر با شاعران اون خطه، استاد طغرا یغمایی، نوبخت، نقوی و شاعران دیگر، و از سوی دیگر شب‌نوردی‌ها پس از خنک شدن هوا در فضای کویر، دشت کویر و اون آسمان پرستاره و رمزآلود و پرشکوه، نخستین شعرها رو بر قلم اون جاری می‌سازد. در سالهای بعد زندگی او پر از حرکت و جنبش میشه. ورزش بوکس از یک سو تا مرحله قهرمانی در استانهای شیراز و خوزستان و کرمان، از سوی دیگر دانشکده افسری نیروی هوایی که ایشون خواسته بره و همینطور دانشکده حقوق اسلامی در دانشگاه مشهد، این دوتا رشته رو دوست داشته، ولی پدر ایشون با مسئله خلبانی و هوا مخالفت میکنه و ایشون به همون مسائل دانش الهیات میپردازه. اما خب از سال دوم دانشکده سرنوشت چیز دیگری را رقم میزنه. در این سالها با اینکه ایشون نه مذهبی بود و نه گرایش معنوی آنچنانی داشت، ولی سرودن شعرها و شعرخوانی‌ها در آمفی‌تئاتر دانشکده شماری از وابستگان سازمان مجاهدین رو حساس می‌کنه که با او تماس می‌گیرن و درخواست همکاری می‌کنن. و وفا یغمایی جوان در حالی که نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ خانوادگی هیچ گونه تضادی با حکومت نداره، با درخواست‌ها و تلاش‌های اونها و ترفندها سرانجام جذب این سازمان سیاسی میشه و در گروه ولعصر که در مشهد و قوچان فعال بوده مسئول فعالیت‌های تبلیغاتی دانشجویی، پخش کتاب‌ها، نشریات، برپایی تظاهرات و اعتصابات و از این قبیل بوده. میخبر از این که شاخه اصلی که نوجوان 21 ساله به کلی از اون میخبر بوده در حال برنامه ریزی برای فعالیت‌های بسیار جدی‌تر از این مقولات بوده. نهایتاً شاعر ما سر از زندان در میاد.
در زندان مشهد شماری از نخستین سروده های سازمان رو به وجود میاره که بعدها با ارکستر بزرگ اجرا میشه. بالاخره سرانجام با تلاش های بسیار از زندان آزاد میشه، به دانشگاه برمیگرده که امواج انقلاب میرسه. در تیر ماه سال 1357 به دنبال عشق و ازدواجی برق‌آسا با یکی از دانشجویان فعال سیاسی در دانشکده علوم مشهد ازدواج میکنیم. پس از انقلاب زوج جوان به تهران میان و سرانجام سخنران ما در بخش تبلیغات و سرود و ترانه و نشریات پیام خلق و مجاهد مشغول فعالیت میشه. ولی کلن کار او به هر حال سرود و ترانه است و کارهای فرهنگی. در 3 سال اول انقلاب بیش از 30 ترانه و سرود جدید داره که با استادانی بزرگ چون تجویدی، حنانه، ناصری و دیگران او رو در ارتباط قرار میده. از سال 1358 به دنبال سرودن اشعاری در دفاع از کردستان و مسائل دیگه مورد تحقیر قرار میگیره و از 1360 در کوههای حوالی سردشت با گروهی از مجاهدین به عنوان عضو هیئت تحریریه و گوینده رادیو مجاهد مشغول فعالیت میشه. البته در این سالها با کسانی چون دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر سعید شرفکندی آشنا میشه که اونها بعدها ترور میشه. مسئله تراژدی بسیار دردناکی که در خانواده پیش میاد مربوط به سال 1361 که کوچکترین برادر ایشون علی امیرکبیر یغمایی که خیلی محبوب مادر به خصوص بوده و هنوز خیلی جوان بوده، در رشته ریاضی بسیار با استعداد بوده و همینطور در ورزش های رزمی، پس از شکنجه در زندان در مقابل چشمان پدر و مادر اعدام میشه و مادر 1 ماه پس از این واقعه بر سر مزار فرزند محبوبش سکته میکنه و از دنیا میره. وفا یغمایی به دنبال مصائب بسیار برای خودش و خانوادهش سرانجام سر از اتریش در میاره از راه ترکیه و بالاخره در نهایت به پاریس میرسه و در نشریه و رادیوی مجاهد مشغول به کار میشه. ده ها شعر و سرود که با همکاری محمد شمس به اجرا در آمد و چندین هزار صفحه گزارش زندانها و زندگی نامه مجاهدین و مبارزان حاصل این دوران. با رسیدن سال 1365 و به دنبال سفر مجاهدین رهبر مجاهدین به عراق، ایشون هم به عراق میره ولی چند ماه بعد به علت انتقاد از تشکیلات خلع رده میشه، در حالی که در بالاترین رده ها قرار داشته و به حد یک هوادار ساده نزول پیدا میکنه. ولی خب همچنان دست از انتقاد و اعتراض بر نمیداره و پافشاری میکنه. فرصتی به دست میاره که در کتابخانه عظیمی که در پایگاه وجود داشته و او مسئولش بوده میتونه به مطالعه بپردازه و تحقیقات تاریخیش رو ادامه بده که نخست از آغاز تاریخ ایران شروع میکنه. در سالهای بعد پس از وقایع فراوان، طلاقهای عمومی و از هم پاشیدگی خانواده ها و روانه شدن کودکان به کشورهای اروپایی و آمریکایی و بسیاری مسائل دیگر درون حزبی، سرانجام به قول خود ایشون یک تلاطم فکری پیدا میکنه و راهش رو در حد خط آخر میبینیم و از سال 1384 از تشکیلات و از شورای ملی مقاومت جدا میشه. در این سالها تنها فرزندش که برای دیدن مادر در سن 14 سالگی به کمپ اشرف رفته بوده تبدیل به یک رزمنده ارتش آزادی میشه و در سن 20 سالگی که تصمیم گرفته بود خارج بشه از اونجا گرفتار میشه، گرفتار نیروهای آمریکایی اونجا تحت نظر قرار میگیره و ایشون برای آزادی فرزندش تلاش بسیار میکنه و سرانجام بعد از 2 سال موفق میشه فرزند رو نجات بده، ولی همسر همچنان در آلبانی میمونه و هنوزم در اونجا هست. ایشون میگه در جایی در کتابش می‌نویسه زندگی کوچک و سختی دارم، چه در درون چه در بیرون،
در جای خودم نیستم مثل اکثر پناهندگان، نه در میهن خود هستم، نه در طبیعت فرهنگی و ادبی میهن خود و نه در طبیعت سوم یعنی دنیای شعری میهن خودم. قول معروف، نه روی در وطن دارم نه در غربت دلم شاد چنین چیزی، ولی مقاومتم همچنان بسیاره، درست مثل خارهای دشت کبیر زادگاه. تجربه به من آموخته که زندگی برای کسی که نخواد خود رو گول بزنه ماهیتی تراژیک داره، ولی معتقدم برای خرد و آزادی باید جنگید. شاید روزگاری انسانیت بتونه ماهیت تراژیک زندگی رو تغییر بده. متریالیست نیستم و با تمام تناقضات فلسفی جهان رو هوشیار میبینم، ولی اعتقاد دارم که عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی. الان پیرمردی 65 سالم، البته پیرمرد که چه است، ولی در درون من شخصی 20 ساله زندگی میکنه. اگر من تجربه کنونی رو در سن 20 سالگی داشتم، قطعا راه دیگری برای تحقیق آرزوام انتخاب میکردم. معتقدم ایران بچه مشترک تمام ماست، ایران در خطر قرار داره، باید برای نجات میهن خود بکوشیم و در کنار هم باشیم. عمر نسل من رو به پایانه. ما سرشار از نیروی زندگی بودیم، چیزی هم برای خود نمیخواستیم، ولی متاسفانه راهبران نیروهای ما رو نابود کردند و میکنن. ما باید صادقانه تجربه های خود رو در اختیار نسل امروز و فردا قرار بدیم و از پا ننشینیم. آثار آقای وفا یغمایی به علت تنوع و فراوانی بسیار در این سخن کوتاه نمی گنجه. فقط من از ایشون می خوام که چون شاعر هستند و شاعر قوی، ضمن سخنرانیشون اگر ممکنه شعری هم برای ما بخونن. متشکرم. حرف زیاده، بحث من در مورد تاریخ است. چیزی که من از اولین شک که سال 68 من در پایگاه بدیزادگان، پایگاه خود آقای مسعود رجبی بودم، برای اولین بار به طور جدی شک شروع شد و این شک ادامه پیدا کرد که من کیم اصلا، روی چه زمینه تاریخی من روییدم، برای چی من از سال 54 جنگیدم و رفتم دو سه سال زندان شاه و بعد که اومدم بیرون سلاح به کف آماده مردن و کشتن بودم. خوشبختانه کسی رو نکشتم، اگر می کشتم حتما زیر عذاب وجدان قرار داشتم. تو کوهای کردستان بعد اومدن مراحل عجیب غریبی که من که یه ساعت ها صحبت توضیح دادم با آقای همنشین بهار که چی بر ما گذشت و ما اومدیم بریم به طرف جامعه بی طبقه توحیدی خیالی، ولی سر از جایی در آوردیم که دیکتاتورش بدتر از دیکتاتوری که ما حکومت میکرد، یعنی صدام. به هر حال این شک ادامه پیدا کرد. به من سال 71 به کل قطع کردم و طی یادداشتی نوشتم که هیچی رو قبول ندارم، نه تشکیلات، نه الله، نه محمد، نه قرآن، و شما مختارید که منو تیربارون بکنید یا بذارید بفرستم. من اومدم بیرون. از اون به بعد من کار روی تاریخ رو شروع کردم با یک انگیزه، اینکه تنها چیزی که نسل من میتونه به یادگار بذاره تجربه خودش است. تجربه نسلی که اگرچه بهترین شاد نبود، ولی فداکار بود، باگذشت بود، برای خودش هیچی نمیخواست. و این کار حدود الان 30 سال ادامه داره. من حدود شاید 2300 ساعت تو برنامه تلویزیونی صحبت کردم توی زمینه، نزدیک چند هزار صفحه نوشتم، 3 بار تاریخ ایران رو، 1 بار تاریخ باستانی رو، 1 بار تاریخ پس از اسلام و 1 بار انطباق تاریخ پس از اسلام بر ایران واقعی. امروز من در فرصت کوتاهی فقط سرخطای این رو میگم برای اینکه ذهن فعال بشه، چون صحبت از همه اون مثنوی 70 من کاغذه، من 1 ساعت بیشتر فرصت ندارم که ساعتون میذارم که حواسم باشه.
ببینید اگر من بخوام فرموله صحبت بکنم، ما بحث بر سر تأیید و نفی تاریخ ایران نیست. تمام جهان در تمام کشورها روی این کره خاکی تاریخشون با استبداد، با دیکتاتوری، با انواع اقسام فشارها همراه بوده، ولی واقعیه. یعنی مثلا تاریخ فرانسه الان زیر سیطره یه تاریخ جعلی نیست. در ایران اینطوری نیست. در ایران ما سه دوره تاریخی داریم مثل همه کشورها. یه دوره اساطیری هست که هر ملتی داره، دوره پیشدادیان و کیانیان که اسطوره ها معمولاً واقعیات در مه گم شدن. فکر کنم آقای مسکوب هست که بگه که رگ پرخون واقعیت هست. اسطوره های ما زیباست، ما چه آفرینش جهانمون، چه قهرمانایی که ما داریم مثل آرش کمانگیر، سمبل و نماد حفظ مرزهای ایران، کاوه آهنگر نماد شورش علیه ظلم و ستم، رستم قهرمان باستانی ما، اینها مال تاریخ اساطیری است. تاریخ اساطیری میاد دوره کیانیان پیشدادیان پایان پیدا میکنه و تاریخ واقعی ما شروع میشه. من نمیخوام از ایران کهن و دوران نوسنگی نمیدونم جایی که الان ایرانه بگم دوران پارین سنگی، ولی از زمانی که ایلامیان شروع کردن به فعالیت حدود 3000 سال بکنم قبل از میلاد مسیح و این شوش شد یکی از مرکز تمدن، کم کم رنگ گرفت و به مادها که رسید تاریخ ایران از بیرنگی در اومد. در حقیقت مادها یک پلی هستند بین تاریخ اساطیری و تاریخ واقعی و سرانجام ایران توسط کوروش شناسنامه‌اش صادر شد. یعنی به قول هگل میگه نخستین امپراتوری جهان توسط ایرانیان ایجاد شد. ما بدون خلاصه گرایش به شونیزم و راسیسم و اینها، واقعیت اینه که ما ملتی هستیم که اگرچه الان در چنگ یک مش آخوند جنایتکار اسیریم، ملتی کهن هستیم که شناسنامه‌مون وقتی صادر شد که هیچ امپراتوری وجود نداشت. وقتی میگه دوره هخامنشیان دوره ایست که بحث در موردش زیاده، من دوره ها نمیخوام برم چون فقط میخوام سرفصل ها رو بگم. این ایران تبدیل شد به یک امپراتوری. تولرانسی که کوروش داشت در مورد مذاهب شگفت‌آور، من طی مقاله‌ای مقایسه کردم، چون بحث وقتی که سر تاریخ هست من به دوستانم میگم اگر من نماینده فرزند یک پارلماندر بودم در مجلس ایران توسط مردم، اینجوری صحبت نمی‌کردم، به وظایف پارلمانی اجرا می‌کردم، ولی به عنوان یک روشنفکر در حد خودم باید عریان و بی‌رحم بود کاری که نکردیم و ضرر کردیم. تمام روشنفکران و حتی مورخین و حتی عزیزانی مثل دکتر زرین‌کوب که من خیلی ارادت دارم در رابطه با تحلیل تاریخ ایران و مقدسین ما، اینها دست به عصا راه رفتن. یک مشت جنایتکار رو بررسی نکردن. جنایتکار وقتی میگم تو حیطه تاریخ، نفر. مثلا به عنوان مثال من سالها بعد که اینم بگم که من سال 2012 بود که به یقین رسیدم، یعنی پس از گذر از، چون با عواطف آمیخته، با سنت آمیخته، با فرهنگ آمیخته، با عادات آمیخته، اسامی ما هست، غذاهایی که میخوریم، یک هیولایی است که ما رو خیس خودش کرد. مثلا وقتی آدم میخونه که کوروش حدود 1200-1300 سال قبل از محمد در یک جنگ، موقعی که همسر آبرادات آتوسا فکر کنم اسیر میشه، حتی حاضر نمیشه اونو ببینه، چون معمولا زنان زیبا متعلق به سرداران و فاتح بودن، و اون رو میگه برگردونم به شوهرش آبرادات، و این موجب میشه آبرادات که تو ارمنستان اون موقع بوده به پیونده به کوروش و بعد کشته بشه و بعد همسرش هم خودکشی میکنه که تابلوهای نقاشان اروپایی میجونه به نقاشان اسپانیا این داستان رو کشیدن. این یک کسی که پیغمبر نیست، یک پادشاه ایرانه
من خیلی روی فکر کردم که چطور یک شاه، این شاه اونم 2500 سال قبل، در مقابل یک زن که سنت و فرهنگ بوده که آقا زنها مال فاتحین هم چنگیزخان مغول مانیفستش این بود، گفت زیباترین کار اینه که مردان را شکم و گردن بدریم، بر اسبان راهوار آنها سوار شویم و شباهنگام با زنانشان عشق ورزی کنیم، زنان کشتی کنیم. این مانیفست دیکتاتوری است. چرا کوروش اینطوری بود؟ چون کوروش به نظر من متکی بود به فرهنگ ایرانی، فرهنگ خوبی که در درون آن آیین مهر وجود داشت، آیین زرتشت وجود داشت، و فارغ از هر نوع گرایش من دارم میگم، و این عمل کرده شد. 1300 سال بعد در فکر کنم جنگ خیبر بود، صفیه زن کنانه به ربیع اسیر میشه، دختر 16 ساله، و چشم رسول که بون میفته، رسول الله دستور میده شوهرش رو گردن بزنن به بهانه اینکه طلا رو پنهان کرده، و شباهنگام زنی رو که گردنش رو جلوش شوهرش رو جلوش گردن زنن به بستن. من به عنوان یک مجاهد سابق حدود 25 سال سلاح بر دوش، کلاشیکوف در دست، دنبال چنین پیامبری بودم. من با چنین ایده‌ای با محمد رضا شاه پهلوی که همین پریز در گذشت جنگیدم، در حالی که قابل مقایسه نیست. من زندان رفتم، شلاق خوردم، کتک خوردم دو سه روز، ولی در همون زندان موقعی بودم بیرون، وام تحصیلی من رو ریخته بودن به حساب، بعد من لیسانس رو میگرفتم، بعد کار گرفتم، سراغ خواهران من نرفتم، برادران من. یعنی تاریخ رو اخلاقی نباید دید، باید سیاسی دید. منظورم اینه که با چه ایدئولوژی من علیه چه کسی داشتم میجنگیدم. میان جلو سلسله هخامنشی توسط اسکندر بعد بین میره، سلوکیان میان 270 سال حکومت میکنن که با اینکه خارجی بودن ولی حکومتشون خرابکاری نکرد، سیستم آبیاری رو بردن بالا، کلی ایران رشد کرد. بعد اشکانیان میان حدود 470 سال حکومت میکنن با زیبایی های بسیار، یعنی اون مجلس مهستانشون، نمیدونم حتی عزل شاه توسط بزرگان اشراف، بعد تحویل میدن به ساسانیان، و ساسانیان آخرین سرسران. اینجوری ما حدود 1300 سالی ایران زندگی میکنه با تاریخ واقعیش. اینا همش واقعیه، یعنی ام از اینکه کوروش باشه یا خشایارشاه که دیکتاتور بود، میکشت، خشمگین بود، ولی واقعی. بحث من سر فعلا ارزش گذاری نیست، همه ملت ها با تاریخ واقعیشون بودن. وقتی که ساسانیان سقوط کردن، ما یک سرگذشت دیگه پیدا کردیم. در عربستان کسی، اون موقع رسم بود دیگه، در آن باید 10-15 تا پیغمبر ظهور میکرد، و همون زمان محمد هم کلی بقیه، مسیلمه مثلا، نجاح، اینا ادعای پیامبری داشتن، ولی پوشوندنشون آخوند. ادعای پیامبری کرد، گفت از آسمون جبرئیل اومده توی قار به من وحی نازل شده، و چیزای عجیب غریبی که ما باور کردیم. دلایل باورش هم میشه تحلیل کرد. چرا اینا اومدن؟ 10 سال اول مکه محمد نیرو نداشت، آیات همه مهربانانه بود، وقت رفت مدینه با قبایل قوس و خزرج متحد شد که هر دو از کفار بودن، به اصطلاح بعد مسلمون شدن. به خاطر غارت و دزدی و گرفتن زنها، گفتم بی پرده با صحبت کرد. 10 سال مدینه هر سال محمد 4 بار می جنگید. در حقیقت یهودی کشی از اونجا شروع شد. نخستین هولوکاست به نظر من اون سال هاست. نسل یهودیان بنی قریظه، خیبر، بنی المصطلق رو ور انداختن. علتش هم روشنه، چون این اومده بود مدینه پناهنده شده بود، مثل بنده که اومدن تو فرانسه. یهودیان هم انسان های فریخته بودن، یک تا پرستان اون موقع بودن، باسواد بودن، ثروتمند بودن. اینا میرفتن کاروانهای قریش رو میزدن، قریش رو میبندن، درخت های اینا رو قطع میکردن، گاو و گوسفند شون رو میکشتن. یهودیان اعتراض کردن که آقا این چه وضعیه، شما اومدید تو شهر پناهنده بشید، زندگی ما رو به هم ریختید. آقا ناظر شد که آقا بخوشید، پروردگاری که تو آسمون
بنده خلق کرده؟ سوال من اینه. من گفتم اگر که چنین خدایی بخواد منو ببخشه، بگه عذرخواهی کن خدای فرضی، چنین خدایی وجود نداره که، من با سر شیرجه خواهم رفت تو جهنم. برای اینکه کسی که آدم میسوزونه، بنده خودش رو میسوزونه. من امروز به عنوان یک انسان که زندگی رو خیلی دوست دارم، خیلی هم کار دارم، اگر به من بگن تو یه گربه رو با سرشو ببری و اگر نه تیربارو میشی، من تیربارو خواهم شد، هرچند بگن احمده، نمیتونم این کارو بکنم. بعد این پروردگار، من قرآن و قوم دانش به الهیات خوشبختانه من نیرو هوایی رفتم الهیات، اونجا خوندیمش، تدریس شد، اونجا نفهمیدیم، چون تو جاذبه مذهب که آدم نمیتونه بفهمه وقتی دورش مدار جاذبه است. موقعی من قبول دارم که حضرت عباس دستش بریدن تونسته 12 کیلومتر با دو تا دستی که بریدن اسب بتازونه و آب برسونه، در حالی که دست آدم ببرن 2 دقیقه بعد تموم کار آدم، یا مثلا پیامبری که ماه رو دو تیکه کرده که آدم چیز نمیکنه. در هر حال تو این مدار و میرسه به اسلام، تاریخ واقعی اسلام اینه. بعد محمد مرد، پیامبری که 32 تا زن گرفت، دکتر امیر حسین خنجه می نویسه موقعی ایشون فوت فرمودن 10 تا هم نامزد داشت و از 54 سالگی تا وقتی فوت کرد حدود 27-8 بار ازدواج کرد. کتابش هم که مشخصه سر جای خودش، به مسلمان با احترام گذاشت. من هنوزم وقتی که میبینم یه زن عربی گاریش سنگینه و بسپار خریده، حتما گاریشو میگیرم و بلا براش بالا پایین میبرم، چون که با مسلمان مشکلی ندارم، من با تئوری مشکل دارم، اینا تا برسن با آقایی فرسنگ ها فاصله دارم. این موقعی قضیه تموم میشه، ببینید تاریخ جهنم ما اینطوری شروع میشه، تضاد میفته تو پس از مرگ محمد، کلی مرتد میشن که این دوره ایه که کلیشون رو ابوبکر میکشه، کلش نته زنده میسوزونن مرتدین رو. و برای اینکه تضاد تا حل بشه، دستور حمله میده به کشورهای مجاور، مثل خمینی که دنبال بحران میگرده. متاسفانه ایران اون روزگار به دلیل اینکه جنبش مزدک رو که آلترناتیو واقعی میتونه از توش در بیاد خوبیدنش، جنبشی که خودی بود، اگر که توجه کرده بودن ایران به این وضع نمیافتاد. ظرف 10 سال 7 تا شاه عوض میشه، همدیگر میکشن. کودتا ایران در حقیقت قولی بود با پاهای گلین و اینا اولش میترسیدن به خاطر دزدی. در حقیقت نخستین حمله کنندگان به ایران مجاهد و نمیدونم فلان و اینا نبودن، اینجوری که تو کله میگه یه مش دزد دنبال زن و گاو و گوسفند و اموال مردم بودن، حمله کردن، دیدن که اوضاع بد نیست. اوایل هم حمله کردن به یمن اون دوروبر که ایران خارجی بود، کم کم اینا دیدن نه میشه که گرفت و متشکل شدن. تو حملات اول خوبه ما بدونیم، وقتی واقعا تاریخ آدم میکنه، لورهای خوب خودمون که ایرانیان اصیل هستن، 32 بار اینها در جلولا سپاهیان مهاجم رو در هم کوبیدن، چون مرز لورستان موقع جلولایی بکردن تو عراق که من خودم دیدم اونجا. کردها مرزشون تکریت بود، 18 بار ارتش عراق شکست، ولی نهایتا اینا متشکل شدن، دیدن میشه. فرماندهی دست بزرگان بود، ولی ارتش واقعا یک مش دزد جنایتکار. چیزی که اینجا انتقادی که من دارم به بزرگان مورخمون، شما چرا اینا رو نمیگید؟ چرا نمیگید که موقعی که به اصطلاح 2 تا دختر سیستانی رو میگیرن و میبرن به ابوبکر هدیه میدن و اون چون پیرمرد بود نمیتونست استفاده بکنه، تحویل علی میده و علی شب اونا رو میبره به بستر، چرا اینا رو نمی؟ چرا ماجرای بنی قریظه رو های زنی نمیگید شما که بچه ها رو و زنها رو ردیف میکنن؟ رسول الله دستور میده که شلوارشون رو بکشن پایین، هر کدوم موی زهارشون شلوارشون رویده گردن بزنن و بقیه رو، این زنها رو، اونایی که بچهشون شیرخواره نیست، جدا بفروشن از بچه، ولی زنانش بچه دار شیرخواره رو به قیمت 60 درهم حراج کنن. اینا رو باید فهمید. اسنادش هست، مغازی هست، نمیدونم کتاب خلاصه، انواع کتاب ها هست که
تو دانشکده استاد محمود معدلی دامغانی کتاب مغازی رو به ما تدریس میکرد، ولی ما به دلیل اینکه تو مداره جاذبه بودیم نمیفهمیدیم که اینا چه جنایتی کردن. بگذارم که وقت کمه، ولی اومدیم جلو، اینا اومدن ایران رو گرفتن، شکست خورد امپراتوری ساسانی و با کشتار، با تخت جسد درست کردن، با جنایت کردن، همشون جنایت کردن. من بارا گفتم تفاوتی در حکومت میان علی و معاویه نیست، برای اینکه ایرانیان مملکتشون تصرف شده بود. اینها عدالت علی این بود که اموال و زن و بچه مردم ایران رو میبرد و مدینه به تساوی تقسیم میکرد، معاویه به تساوی تقسیم نمیکرد. این باید خوب اینو فهمید. حالا داستان مفصل واقعا اینا رو چطوری تبدیل کردن به قدیس برای ما، یا اگر همین امام حسین جنگی بود در کربلا هم دیگه رو کشتن، ولی فرض کنید امام حسین کشته نشده بود، یزید میخورد به حکومت میرسید، همون قارت ادامه داشت. برای اینکه این حفظ نظام در طول تاریخ اسلام امامانشیه، هر بار که بیضه اسلام به خطر افتاده به نفع خلفای اموی عباسی موضع گرفتن. امام سجاد با یزید بیعت کرد، امام محمد باقر با عبدالملک همکاری میکرد، گفت سکای ایرانی رو ببر بیرون، نگران بود که روم حمله کنه. امام جعفر صادق مشاور منصور بود. اینا یه سری انسان‌های میانه روی بودن که همشون کنیز و غلام و پول فراوان، آدمای بدی هم نبودن، کمک میکردن به بقیه، خمس و زکاتی میگرفتن و اینها رو تبدیل کردن برای ما به قدیسان. در هر حال با جنایت و کشتار ایران کم کمک فتح شد. ایرانی ها قهرمانانه جنگیدن، چیزی که نمیگن. به قول زرین پور در ظرف 100 سال 200 تا شورش کردن که اکثریت شورش ها با ایدئولوژی آیین زرتشت بود. انتقادی که من الان دارم و تو مجاهدین هم خودم گفتم با اندیشه خمینی نمیشه با خمینی جنگید. شما خداتون یکیه، پیغمبرتون یکیه، قرآنتون هم یکیه، اماماتون هم یکیه، چه دعوایی با هم دیگه دارید؟ دعواتون سر قدرته. میخواید که آقا اون بره تو بیاری، در حالی که ما اینو نمیخواییم. ما این دفعه میخواییم که همه چی باید عوض شه. اگر هم نتونیم رو این سودا خواهیم. اینا اومدن گرفتن ایرانو. حدود 9 قرن در حقیقت ایران سنی بود، شیعه وجود داشت. تمام شعرهای ما، عطار، مولوی، نمیدونم خواجه عبدالله انصاری، اینا سنی هست، برای اینکه دین رسمی سنی. بعد به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و قلندران و قلندرانی که غیر ایرانی بودن، کسایی بودن که داستانش مفصله، واقعا من خود صفویان رو حدود 20 ساعت شاه صحبت کردم که چجوری اومدن گرفت ایران رو، با شکم پاره کردن تو تبریز، 20,000 نفر رو بکشه تو تبریز، 10,000 نفر رو تو یزد گردن زدن، ایران شد شیعه. ما دوباره شدیم دوباره مسلمان جدید و اومدیم جلو تا زمان حاضر. در تمام این دوران آخوندها کنار جباران بودن. تفاوت این دوره قبل از اسلام با بعد از اسلام اینه که ما دیگه تناقض فرهنگی قبل از اسلام نداشتیم. من اگر که با داریوش نقدش میکنم، ولی داریوش رو ایرانی میدونم، یعنی شاهی که ما رو خودمون. من با زرتشت تضاد که با محمد دارم ندارم، برای اینکه توی آب و خاک بلند شده بود و این آب و خاک فرهنگ پیشرفته تری داشت. این آقای این سروش، عبدالکریم سروش، من بسنم و یه نامه نوشتم، نوشتم شما حقیقت رو خوب فهمیده میده، خودت زدی به نادانی. مرد تو میگی که فرهنگ اسلامی، کدوم فرهنگ؟ فرهنگ چیزیست که انسان ها رو زمین میسازن، آسمون توی از فرهنگه. فرهنگ اسلامی وجود نداره. این اومدن زنها رو فروختن، اموال ما رو بردن، گاو و گوسفندمون رو بردن و با خوردن فرهنگ مورس، یه دایناسوری که هم اموال مردم رو خورد هم فرهنگو، یه فرهنگ جدیدی خلق شد که 90% اتفاقا فرهنگ ایرانی. یکی از اون بزرگان عرب که نویسنده بود به دکتر هزارخانی گفته بود من به شما حسادت میکنم، زیرا دست رو هر چیزی که میذارم رد پای ایرانی ها توش. فرهنگی وجود نداره بدون تا ای کاش وجود داشت. یک بیابون بیاب و علفی، یک کسی گفته آقا جون تو غار بنده یک فرشته با 400 بار، معلومه که هرچی بالا بیشتر باشه و باعثش بیشتره،
نازل شد، بعد وحی آورد. چه وحی آورد؟ سوره محمد رو بردارید بخون. الفاظ آقا کفار رو که گرفتید گردنشون رو بزنید تا تو خون خودشون قرض بزنن، زناشون رو بگیرید ببرید درخت خود، دست راست پای چپ رو ببرید. به چنین خدایی من حدود 20 سال روزی 17 بار سجده میکردم و میخواستم در راهش به شهادت برسم و برم اون بهشت. این اومدیم برای جلو. در تمام این دوران شیخ و این جباران کنار هم بودن. حالا من برگردم کم به عقب‌تر. ببینید سال 250 هجری تاریخ جلی شروع شد، وقتی امام حسن عسکری میخواست بمیره، بچه نداشت. این چهار تا آخوند زبلی که مأمور جمع‌آوری خون زکات بودن یک تئوری جعل کردن که یه بچه‌ای رفته تو چاه. و جالب اینه که ما به دلیل دور شدن از مبدأ، چون به صورت ارثی به ما منتقل شد، این مزخرفات رو باور کردیم. این تئوری کاملا فاشیستی شوونیستی که اولا هیتلر اگر میگفت که قوم آریا باید جهان رو بگیره، این که میگه از فقط خون یک نفر، یعنی طایفه قریش، یک نفر از چاه باید بیاد بیرون، کل کره زمین از سان فرانسیسکو، لندن و پاریس با اسب اونم و 72 تن شمشیر به کف جهانی رو پاک کنه. ما این تئوری احمقانه رو باور کردیم و دنبالش اومدیم و مملکت ما نشده مملکت ساختن. اینا شروع کردن. همزمان با این کار تاریخ گذشته ما رو آخونده به لعنت دچار کردن. کوروش و داریوش اینا شدن لعنت شده. من از خودم میگم واقعا آدم یه فاصله ای داشت که اینا نمیدونم زرتشتی بودن، خداپرست نبودن. فارغ از اینکه آخه خداپرستی ما چیه؟ همزمان با پاک کردن تاریخ واقعی ملت ایران، تاریخ جعلی خودشون رو شروع کردن که آقا ما تو مملکتمون طوری شد که هر امامزاده گور و کچلی میشناختیم ولی نمیدونستیم که بانی استقلال ایران یعقوب لیث صفاره. ما برای امام حسین تو سر و کله خودمون میزدیم ولی فراموش کردیم که آریو برزن با 1500 تن به خارج شوتاب جلوی اسکندر وایساد تا آخرین نفر کشته شد و بابت رو فراموش کردیم، چسبیدیم به امام محمد باقر. این شاهکار آخونده بود که در یک کلام موفق شدن آخونده انسان ایرانی رو بازآفرینی کنن، یعنی ما رو دوباره اینا خلقمون کردن به صورت انسانهای شیعه. ایرانی ها چیکار کردن؟ این خدای جی همیشه سوال میکنن از من که خدای مثلا مادر بزرگ من که آدم خدای خیلی خوبی بود. میگم آره، در مقابل این کاری که آخوندها کردن ما ایرانی ها چون اون خدا رو که نمیتونیم خورد بدیم، همون اهورامزدا رو بازآفرینی کردیم، عبای الله رو انداختیم روشونش. برای اینه که خدای ما خدای خیلی خوبیه، در حالی که خدای واقعی خدای آخونده. الله واقعی خدای موسوی تبریزیه و لاجوردی، برای اینکه منطبق با آیات قرآنی. شوخی که نداریم، میگه بکش سرشون رو ببر زنشون. این جمله است. تو یکی از جنگ ها بود، فکرم جنگ خیبر، یکی از سربازان اومد، من شرمم میاد که همه جمله رو بخونم، ترجمهش یکی گفت آقا ما قبل از اسلام سرایا میکردیم، یعنی موقعی که میرفتیم جنگ زن و بچه من از ما دور، از ما نیاز به فعالیت جنسی داریم. و بعد محمد پرسید چی کار بکنیم؟ محمد گفت آقا این یه بسفوزیدشان، یعنی هر کاری دلتون میخواد بکنیم. اینها رو تاریخ نگاران ما نگفتن. اینها موجب شد که ما سقوط کنیم در حقیقت. و این ادامه پیدا کرد، یعنی در یک کلام تاریخ جعلی، تاریخ امامان شیعه که ربطی به ما نداره. امام محمد باقر اگر الان بیاد تو ایران، ناصرالدین که ایرانی نداره که بشه بتونه وکیل بشه، ولی خدا ایرانی. امام جعفر صادق، من یک بار استاد صادقی، یکی از استادان خوبی که متأسفانه تو انفجار حزب جمهوری کشته شد، قاسم صادقی، استادم گفتم استاد این باقرالعلوم که میگن شکافانت چه علومی رو میشکافت؟ آدم خیلی خوبی بود. منو خواست تو دفترش، هیچی نمیشکافت. یه 50-60 تا حدیث و چرت و پرت بود که اگر که خودش گفته باشه، من فکر کردم که مثلا شیمی میدونسته، فیزیک میدونسته، مثلا علوم انسانی که علومو میشکافته. تمامشو مراجعه بکنید یا امام جعفر صادق، هیچ چیز ندارم. واقعا وقتی آدم میخونه، من تو خونم دارم این کتابای پایه‌ایشو، از خودم دور نمی‌کنم. مزخرفات اگر خودشون گفته باشن،
ممکنم از نگفته باشن آخوندها جهل کرده باشن، ولی در هر حال اینها کسانی بودند که ربطی به میهن ما ندارن. اینها کسانی بودند که همیشه منافع نظام رو عین جناح رژیم، ببینید جناح اصلاح طلب و اصولگرا موقعی که قدرت میخواد بره جفتشون جلاد خواهند شد. من جناح سوم هم اضافه کردم، به جناح سوم همین مجاهدین هستن، همین اندیشه دینی هستن که اینها هم در کنار اونان، برای اینکه 40 سال ما اومدیم اینجا زندگی کردیم. خانم مریم رجبی، من تو تاریخ دارم صحبت میکنم، از خودش نمیخونم، هنوز که هنوزه دنبال امام محمد باقر جعفر صادق میخواد رهبری 80 میلیون ایرانی زخم خورده ای رو که آبش تموم شده، نونش رو غارت کردن، دختر 11 سالش رو به فحشا کشوندن، خلاصه بشه رئیس جمهور اینا. در یک کلام تاریخ واقعی ما از کوروش شروع میشه تا همین روزگار، پس از اسلام هم همین شاه، حتی چنگیزخان مغول، حتی تیمور بخشی از تاریخ واقعی ماست. نقدش چیز دیگه، چون توی مملکت کشتن، بردن یا کار خوب کردن. و تاریخ جعلی ما تاریخی است که آخوندها درست کردن با 12 امام شیعه و مقدسین مقدسات، سایه انداخته رو ذهن ما که ما اسامی بچه های خودمون رو، اسامی جلادان پدر بزرگ های خودمون گذاشتیم و متجاوزین به مادر بزرگ ها. نمیدونم تاریخ دیگه باید بحث کرد اینا چه کردن توی مملکت. در حقیقت بازآفرینی کردن علی رو، حسین رو، تو شورش هست دوره امام علی رو مطالعه بکنید، سرکوب کرد، دورش 5 سال بیشتر نبود ولی مردم شوریدن، پس از عثمان سرکوب کرد، به خون کشون تو فارس تو و خیلی شهرهای دیگه، ولی اینا رو نمیگن به ما، برای اینکه تاریخ نگار ما یا میترسید که مثل کسروی ترورش بکنن یا موقعیت شاید دست میداد برار، یا اینکه مثل مهندس بازرگان زنده یاد وصیت‌نامه شرم‌آوره. یه آدمی که من استاد ترمودینامیک 132 تا کتاب نوشته، نوشته که وای اگر آتش جهنم راست باشه مواظب باشی، وصیت‌نامه شو بدید بخونید. خب توی مملکت ما رسیدیم به مقطعی که تاریخ جعلی در سرفصل انقلاب 20 بهمن خودشو نشون داد. یعنی اینجا من باید یاد خورم، من یه آدمی هم دارای گرایشات جامعه گرایانه معتدل، یه سوسیالیزم میانه، نه چپ نه راست، معتقدم اگر روزی مردم به ادراک و شعور برسن خوبه که جامعه سوسیالیستی و جمهوری مردمی باشه باشیم، نه این چیزایی که بوده. ولی واقعیت اینه در طول تاریخ ما به جز یعقوب لیث بعد از اسلام، به جز کریم خان زند که یه مقدار مردمی بود، چیزی نداشتیم. و در دوره اخیر، دوره پهلوی، آره دیکتاتوری بود ولی یک دیکتاتوری مدرن. ایران 11 میلیون کور و کچل و بقولی از قاجاریه تحویل گرفت، ما شدیم یه مملکتی آبرومند، همه ما تحصیل کردیم اومدیم جلو. متاسفانه تاریخ جلی رو ذهن محمد رضا شاه که نور به قبرش بباره واقعا سایه انداخته بود. یعنی او هم من با یکی از پارسال سر مزار زنده یاد بختیار صحبت میکردم با یکی از ماموران خیلی جالب سواد که اومد سراغ من، گفت که من مامور دستگیری شما بودم و الاصر رو من اومده بودم مشهد و من دست دادم و گفتم آره اشتباه کرده بودم، اگه بود الان فعالیت نمیکردم. بعد برای من تعریف کرد که سالی 3-4 بار شاه میومد مشهد زیارت به خاطر اینکه انرژی بگیره از امام رضایی که اصلا هیچ کاره بود، یه آدم بود مشغول باغبونی. اونتا متاسفانه این تاریخ جعلی فقط بقال محله رو نگرفته بود، شاه تحصیل کرده مملکت رو که واقعا میتونست طور دیگه عمل بکنه فلش کرد، یعنی بیچاره کرد ما رو. و ما در سرفصل انقلاب لجن و کثافت 22 بهمن، واقعا من زمانش رو زندگی کردم، هم زندانش رو دیدم، هم دارشگاهشو دیدم. زمانش ما با دوستان رفتیم تحقیق، 5000 زن تن فروش تو ایران وجود داشت، 1 میلیون نفر الان تو تهران فقط پرونده دارن. در ایران من خوشبختانه تو بلوچستان دوره کودکیم گذاشتم که فقیرترین استان بود، مردم مدرسه داشتن، من خودم تو مدرسه داورپناه درس خوندم با معلمای خیلی خوب بلوچ، بعد
تو مدرسه سعدی تو خاش هر روز صبح که ما میرفتیم دیگهای جوشان شیر رو آورده بودن که بچه‌های بدوی شیر بخورن و سالم بمونن. معلمای زن داشتیم ما بدون حجاب مهربانانه. این من استان فقیر ما بود، باید واقعیت رو دید. ولی ما برخیمون گیر به اصطلاح تحلیل خودمون، من میگم که انتقاد باید کرد ولی باید اخلاقی فقط قضاوت نکرد. اگه ما اخلاقی باید قضاوت بکنیم، حتی خواهی مقام فرعانی هم موقعی محمد شاهی میخواست برسن به حکومت دستور داد چشم دوتا از برادرش کور کردن و شخصیت بزرگی مثل امیر کبیر که پدر من اسمی گذاشت و این برادر کوچک من که اعدام شد جنبش باب و سرکوب کرد، بخاطر اینکه معتقد بود ایران باید یه قدرت متمرکز داشته باشه و فکر کرد ناصرالدینش میتونه. بنابراین نمیشه امیر کبیر رو نفیش کرد، میشه نقدش کرد. همینطور رضا شاه و محمد رضا شاه رو نمیشه نفی کرد. ما اگر که تاریخمون رو میشناختیم تو سرفصل 20 بهمن نمیگفتیم که انقلاب آزادی جمهوری اسلامی، هیچ کدومش نمیفهمید. من خودم وقتی نگاه میکنم تو سرفصل انقلاب آزادی جوان 25 ساله بودم، خندم میگیر از خودم، کلی ادعا زندان رفته، کتک برده، کتاب خونده، هیچی نمیفهمیدم. یا اینکه به جایی که شعار بدیم مثلا اسم بابک رو بیاریم، اسم یعقوب رو بیاریم، اسم آریو برزن رو بیاریم، یه مش آخونده واقعا پسمونده کثافت از بالا تا پایین شد. من خوباشون رو دیدم، بداشون رو دیدم. تو زندان من با این خامنه ای هم بند بود با عسکرولادی، با باز تبسی. وقتی ما دیم از زندان بیرون، مخارج خونه این آقای خامنه ای رو انجمن دانشجویان مسلمان مشهد ماهی 2000 تومان میبردیم میدادیم به زنش با قاسم مرزی، که بعد خود تبسی دستور اعدام قاسم مرزی رو وقتی قدرت رسید داد. یعنی نهایت این تاریخ جعلی سقوط یک حکومتی بود که به نظر من ایران رو جلو آورده بود علیرغم هر انتقادی که داشته باشیم و روی کار آمدن آخوندهایی که 40 سال مال و جان و ناموس ملتی رو به باد دادن. و من معتقدم ما چه در قربت ببینیم چه نبینیم پیروزی رو، باید عریان و شجاعانه حقیقت رو بگیم و این بار نمیخواییم حکومت عوض شیم. ما یه تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فکری میخواییم و این کثافات رو باید این بار باید خدا رو، خدای نبوده رو، الله وجود نداره، الله ساخته محمده. این چی کار کرده؟ من بارها گفتم که وقتی که من مختصاتش رو درآوردم توی یکی از برنامه تلویزیونی، مختصات قبایل عربیه که محمد جمع‌بندی کرده، فشرده کرده، کرده خدا فرسته تو آسمون، جبار، کریم، بخشنده مثل عربا، کینه‌ورز، حیله‌گر. وقتی اینا رو جمع می‌کنیم 200 تا تقریبا اسم داره. اینا همش مختصاتیه که جمع کرد، آدم باهوشی بود، یه شخصیت تاریخی بود، فرستاد تو آسمون و این شد خدای ما. ملت ما، ملت قربانی شده، شاید ما ویژه باشیم. و یک بار در آغاز تاریخ سقوط پایان ساسانیان پدر ما رو درآوردن و یک بار هم در سرفصل حکومت پهلوی. من فکر می‌کنم فرصت تموم شده و بحث زیاد است و هر کدوم از اینها خلاصه مثنوی 70 من کاغذ. فقط به یادم داری که خانم پژوهش گفتن من یه شعری هست که موقعی که از ایران خارج شدم اینو سرودم، 25 سالم بود و موقعی که اومدم ترکیه و مدت ها مریض بودم، یعنی دستگاه گوارش، موقعی رفتم سرانجام تو پاریس برای دکتر ژاپنی، به من گفت چند تا ارتشی ایرانی هم اومدن همون بیماری تو رو داشتن. این کارش نمیتونی بکنی، بعدا خوب میشه. گفت بیماری دوری از میهن، گفت که یه رفلکسیه که تو نمیخواستی بیای بیرون و اومدی و اینجا نمیپذی. راست هم برای اینکه من بارها گفتم ما سه تا طبیعت داریم، یک جغرافی های آب و خاکمون از خلیج فارس تا دریای عمان، که دومیش طبیعت فرهنگی ماست، یعنی زبان فارسی، ملیت ها و قومیت های اقوام ایرانی که من خوشبختانه با خیلیشون آشنا بودم و در این شب توی عروسی من بودم، دیدم همه بودن، کرد و لور و ترکمن با هم میرقصیدن با آهنگای کردی و ترکی. گفتم ببینید هیچ تضادی اینا با هم نداره، این تضاد با این کسایی میخوان ایرانی تجزیه بکنن اونا. در هر حال من اینو سرودم و براتون میخونم.
سینه هم امشب مگر به طوفان است و یا نشسته به شورش بسیط عمان است که باز دیده من در غمان یار و دیار در این غروب غم‌آور ستاره باران است. خدای من به کنالم به تلخی تبعید که های های من امشب بیاد ایران است. اگرچه آمده و رفته سالیان دراز هنوز میهن من با تو جان به پیمان است. هنوز برگک سبزی به باد چون گذرد گمان برم که مرا قاصدی ز گیلان است. هنوز گر که شبی ابرها مجار دهند دو چشم من ز پی اختران کرمان است. هنوز کام پر از شکران من شیرین بیاد نیشکرستان خوبدستان است. یعنی خوزستان از قوم خوزی به خوبده به قول دوان ملکی از این یعنی نیشکر که حالا میگن حالا عرب هاست توی ما. و آسمان سهرگاه پاک آبی رنگ مرا نشانه ای از کاشی سپاهان است. هنوز گوش من از واژگان تبریزی لبالب است و پر از نغمه خراسان است. هنوز چون که شود آفتاب نورافشان هنوز چون که سماور به خانه جوشان است به یاد عهد جوانی آن ترانه خوش خیال من چو کبوتر به شهر قوچان است. به یاد ترانه دختر قوچان و ما چون که براید در اولین شب ما نشان خنجر کجتاب ترکمانان است. دریغ و درد اگر چند گفتند که شعر ترانه خان تمام جهان و انسان است ولی تجربه زد نقش بر جگر زاتش ز آتشی که در آن نغمه های پنهان است. که شعر زنده نماند جهان و انسان را به خواب و خون وطن گر نریش افشان است. کم از گیاه نیم آه بنگرم چو گیاه به خاک و خطه خود پایدار و رویان است. و از این ره است که از چهار سویت ایران هزار شعله مرا بر جگر فروزان است. و از این ره است که از چهار سویت ایران هزار شعر مرا بر زبان غریبان است. بر خیال وطن می کنم نظاره تو را وطن که نام تو با روی رزم خلقان است. تو را که موج دل بیقرار من هر جا رود به ساحل مهر تو باز خوبان است. تو پایدار به مانی سرا و خانه خلق که در بسیط تو دریای ما خروشان است. تو پایدار به مانی تمامت ایران که بی تمامت تو ناتمام ایران است. که اگه تمامت ایران بمونه ما نجات پیدا خواهیم کرد. ممنون از شما.